سلام مردم خبری های عزیز، خوش اومدید به بخش خبرهای خارجی پنجشنبه 9 آبان. ابتدا شروع کنیم از مطلبی که خبرگزاری انگلیسی رویترز بامداد امروز اعلام کرده که آمریکا معافیت تحریمی درباره همکاری صلح‌آمیز هسته‌ای با ایران رو تمدید میکنه، اونجوری که رویترز به نقل از دو منبع آگاه که نخواستن نامشون فاش بشه اعلام کرده. آمریکا اجازه میده به شرکت‌های روسی، چینی و اروپایی که همکاری صلح‌آمیز هسته‌ای خودشون رو غیر اشاعی با ایران ادامه بدن، با توجه به اینکه دولت ترامپ این تصمیم رو گرفته. و خب 31 ژوئیه، 9 مرداد، آمریکا 90 روز این معافیت رو تمدید کرد. بلومبرگ هم جمعه گذشته گزارش داده بود که بحثایی درباره معافیت تحریمی درباره همکاری صلح‌آمیز هسته‌ای با ایران تمدید میشه و در جریان هست. حالا رویترز به نقل از منابع خودش اعلام کرده این رو. البته ایران یک سال بعد از خروج آمریکا از برجام 3 گام کاهش تعهدات هسته‌ای خودش رو انجام داده و اونجوری که آقای واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور اعلام کرد، گام 4 رو هم به زودی انجام خواهیم داد. بریم سراغ خبر بعدی. آقای غریب‌آبادی، سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی، نظرش رو درباره دبیرکل جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده و گفته که خب ما همیشه گفتیم آژانس بایستی که استقلال، حرفه‌ای‌گری و بی‌طرفی خودش رو حفظ بکنه. با توجه به اینکه درباره راستی آزمایی فعالیت‌های ایران در برجام بایستی که نظر بده، برای ما آژانس مهم هستش و از طرفی اون جوری که به هر حال توافق هسته‌ای ادامش به فعالیت‌های و تصمیمات آژانس بستگی داره. خب خبر بعدی مربوط میشه به توییت آقای ظریف که گفته که بعد از سالها جنگ ویرانگر، قانون، حاکمیت قانون در راه هست. آقای ظریف گفته که از ژنو برگشتم، از دیدار وزرای خارجه روسیه و ترکیه و همچنین دبیرکل، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل آقای گیر پدرسون که با ایشون هم دیدار کردیم و قرار هستش که در آستانه تشکیل قانون اساسی جدید در سوریه و حاکمیت قانون جنگ ویرانگر به پایان برسه و البته این روندی است که در آستانه قزاقستان آغاز شد و ادامه پیدا میکنه. سخت هست اما شدنی. بریم سراغ خبر بعدی. یک تصویری که صفحه توییتر شبکه الحدث عربستان سعودی منتشر کرده، یک دختر معترض لبنانی که بعد معلوم شده تصویر فتوشاپ بوده. در تصویر فتوشاپ گفته که لبنان، یمن و عراق عربی هستند، ایرانی نیستند و نوکران ایران باید از اونجا برند. بعد معلوم شده که این تصویر کلن فتوشاپه و اصلا اون دختر معترض لبنان رو پرچم لبنان چیزی ننوشته بود و فتوشاپ خود عربستان بوده. عربستان خیلی داره پول پخش میکنه بین مثلا، و حالا میبینید که البته پرچم هم البته پرچمی است که هیچ چیزی روش ننوشته شده و پرچم لبنان هست. بریم سراغ آمریکا عملیات ادعایی کشتن ابوبکر بغدادی رو منتشر کرده. فرمانده نیروهای سازمان تروریستی آمریکایی ها سنتکام، جنرال مکنزی، فرانک مکنزی اومده و اعلام کرده، توضیحاتی داده، گفته که ما وقتی که نیروهامون به استان ادلب سوریه، جایی که ابوبکر بغدادی بوده، وارد شدن، 11 کودک رو ادعا کرده که نجات دادیم و بعد 4 زن و 1 مرد اونجا بودن که مقاومت میکردن و ما مجبور شدیم که بکشیم اونها رو. بعد ادعا میکنه که ابوبکر بغدادی تو یک تونلی بوده و بعد وقتی که میفهمه که نیروهای آمریکایی دارن میخوان بیان دستگیرش کنند، میاد و اون جلیقه انفجاری خودش رو منفجر میکنه به حالت انتحاری، خودش و 2 کودک رو میکشه، اینجوری که آمریکایی‌ها ادعا کردن. فیلم هایی است که پنتاگون هم منتشر کرده در عملیات ادعای آمریکا علیه داعش. After this engagement and once established inside the compound, US forces discovered Baghdadi hiding in a tunnel. When capture at the hands of US forces was imminent, Baghdadi detonated a bomb he wore, killing himself and 2 young children that were with him.
The number two is a change. We originally thought there were three. بله، که ملاحظه می‌کنید فیلم ادعایی آمریکاست که منتشر کرده علیه ابوبکر بغدادی برای کشتن ابوبکر بغدادی که فرمانده نیروهای سازمان تروریستی آمریکایی ها سنتکام جنرال فرانک مکنزی هم گفته که ادعا کرده که اونجا وقتی به ادلب سوریه وارد شدیم اول 11 تا کودک رو ادعا کرده که نجات دادیم، بعد 5 نفر 4 تا زن 1 مرد اونجا مقاومت کردن کشته شدن، ابوبکر بغدادی هم اونجا اومده و جلیقه انفجاری خودش رو منفجر کرده به صورت انتحاری و خودش و 2 تا کودک رو کشته. بریم سراغ خبر بعدیمون که مربوط میشه به تاریخچه استیضاح در آمریکا. البته گفته شده احتمال برکناری ترامپ ضعیفه، اما خب دموکرات‌ها به دنبال مسائلی هستند. با هم این گزارش رو ببینیم. اولین بار رئیس جمهور اندرو جانسون در قرن 19 استیضاح شد که چرا وزیر جنگت را اخراج کردی؟ اما جانسون برنده شد و برکنارش نکردند. با یک رأی ناپل اونی گریخت. در قرن 20 نیکسون در ماجرای واترگیت بر سر نصب دستگاه‌های شنود در مقر انتخاباتی رقبای دموکراتش متهم شد. رسانه‌ها بسیار سر و صدا کردند. او از ترس استیضاح و برکناری خودش زودتر استعفا داد. اما دادگاه بعد از استعفا هم ادامه یافت و نهایتاً محکومش کردند. بیل کلینتون هم چون درباره رابطه با دختر کارآموز در کاخ سفید مونیکا لوینسکی دروغ گفته بود استیضاح شد. تبرئه‌اش کردند. او هم برکنار نشد. جاناتان تسینی کارشناس مسائل سیاسی میگوید استیضاح صورت میگیره اما بسیار بعیده به برکناری ختم بشه. حالا ترامپ به اتهام درخواست کمک غیرقانونی از کشوری خارجی برای سرکوب رقیب انتخاباتیش در خطر استیضاح است. منتقدان ترامپ میدانند احتمال برکناری او ضعیف است چون اکثریت سنا جمهوری خواه است. پس تلاش می‌کنند روند تحقیقات و مقدمات استیضاح را طولانی کنند. چطور؟ با احضار شاهدان متعدد به مجلس نمایندگان. آنها می‌خواهند ترامپ را در آستانه 2020 آنچنان تضعیف کنند که خودش از انتخابات دور بعد کنار بکشد. دموکرات‌ها به دنبال این هستند که ترامپ در دور دوم انتخابات خودش کنار بره. خب جان بولتون هم در خبر بعدی بله به کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا احضار شده. مشاور امنیت ملی سابق آمریکا به خاطر ماجرای رسوایی اوکراین گیت به مجلس نمایندگان آمریکا احضار شده به کمیته قضایی. خب رسوایی اوکراین گیت همونطور که میدونید به خاطر این هستش که آقای ترامپ رفته و با رئیس جمهور اوکراین یک زد و بندی کرده. در اونجا فایلی هم منتشر شده، خود اوکراینی‌ها منتشر کردن و اونجا گفته که برای تخریب رقیب انتخاباتی خودش در انتخابات 2020 آقای جو بایدن و پسرش فعالیت داشته باشن. این بار دومی است که گفته شده یک کشور خارجی در انتخابات آمریکا دخالت میکنه. دفعه پیش هم روسیه بود. و خبر آخرمون یک ویدیو هست که 25 کشته و 30 زخمی در آتش‌سوزی امروز صبح در انفجار یک کپسول گاز در قطار مسافربری در پاکستان. با هم ببینیم. آگ لگی پڑی اپنے کی تصویر پڑی ہے روز و روزگارتون خوش. با تلویزیون اینترنتی مردم خبر همراه بمانید.